درود و عرض ادب محضر شما بینندگان و همراهان هماره همراه برنامه های تلویزیونی ایران فردا خاصه شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم که در طول ساعت گذشته صفحه یک سخن یک رو تقدیم حضورتان خواهد کرد در برنامه امشب سشنبه 24 دیماه ایرانی برابر با 14 ژانویه 2020 میلادی مهمان خانه های شما هستم با برگزیده گزارش ها و اهم مطالب منتخب در مطبوعات ایران همینطور سایر منابع خبری تا سانی های دیگر با گزیده گزارش ها و مطالب منتخب به صفحه رسانه هایتان باز خواهم گشت درود و عرض ادب بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید برنامه امشب سهشنبه 24 دی ماه سال 98 برابر با 14 ژانویه 2020 میلادی رو میبینید که با حجم خبرها و نظرها در ایران حول آخرین فعل و انفعالات پس از وقوع انفجار و شلیک اشتباهی موشک به هواپیما خبرها بر این محور و مدار کماکان بر صدر رسانه هاست نشانه هایی از یک انقلاب گسست سیاسی اجتماعی وسیع و فراگیر و همینطور کنارگیری برخی از هنرمندان صاحب نام ایرانی از حضور و مشارکت در جشنواره حکومتی مصوم به جشنواره فیلم فجر در صدر رسانه ها جای گرفته بود در میان روزنامه آرمان ملی همون گونه که میبینید گزارش اصلی خود و تحت عنوان موج انصراف هنرمندان به همین موضوع اختصاص داده بود در بخشی از گزارش آرمان اشاره شده بود که سینماگران تئاتری ها اهالی موسیقی و هنرهای تجسمی اظهار کردند که ما در این شرایط در جشنواره شرکت نمی کنیم و ما جشنی نداریم که این میزان پیوستگی و همبستگی چهره های صاحب نام ایرانی خاصه در عرصه هنر آن هم با این وسعت و فراگیری بسیار امر بی سابقه است که نشان از رنجش خاطر بیشین جامعه ایرانی دارد که از دروغ سازماندهی شده ی حکومت در ماجرای انفجار هواپیمای اوکراینی و جان باختن تعداد بیشماری از مسافران ایرانی و سایر مسافران متاثر هستند و کماکان به اشکال مختلف تلاش دارند که اعتراض خود رو نسبت به این عملکرد حکومت و کلیت حاکمیت نشان بدهند ماجرا تا جایی جلوتر رفت که حتی خبرهای حکایت از بازداشت خانم رخشان بنی اعتماد کارگردان صاحب نام ایرانی برای ساعاتی داشت و پس از آن گویا آزاد شدند خبرها و نظرها رو کماکان با موضوعاتی مشترک و مشابه ادامه میدهیم که موضوع اصلی رسانه های بیشمار و همینطور افکار عمومی در ایران هست چگونگی برخورد و مواجهه مسئولان جمهوری اسلامی با مقوله انفجار اشتباهی موشک زدن سپاهی ها به هواپیمای اوکراینی کماکان بر صدر تحلیل ها جای دارد خب خبردارید اعتماد از منابع مختلف خبری آگاهی یافتید که آقای ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز پنجشنبه طی یک بیانیه اشاره کرده بود که این کار توسط آمریکا صورت گرفته و یک نوع رسوایی رسانه‌ای سنگین برای سخنگوی آقای روحانی ایجاد شد که در تازه‌ترین گزارش ها ایشان اشاره کرد که از ملت عذرخواهی میکنم و من هدفم به معنای واقعی کلمه دروغ سازماندهی شده یا یک دروغ هدف من نبوده گوشه ای از اظهارات آقای ربیعی رو میبینیم بعد برمیگردم و تحلیل برخی از رسانه ها رو روی این موضوع خواهیم داشت برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم در حالی که واقعا صادقانه اینگونه نبود حتی در بیانیه ای که من در پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم هیچ یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهور تا اصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما که همان آتش غیر پدافندی خود ما بوده مطلع نبود در این رابطه برخی از روزنامه ها به ابعاد و زوایای مختلف اظهارات آقای ربیعی پرداخته بودند از جمله اخبار صنعت رو میبینم که به نقل از سخنگوی دولت یعنی آقای ربیعی گفت که به مردم دروغ نگفتیم یا همینطور اقتصاد سرآمد آقای ربیعی رو بر صدر صفحه نشاند و نوشت که ما دروغ نگفتیم اما روزنامه ای ایران خود تریبون دولت با واژگانی متفاوت سفارایی شده به نقل از آقای روی گفت که چرخه معیوب اطلاع رسانی باید اصلاح شود حسب این گزارش آقای رویی گفت که متهم به پنهانکاری شدیم در حالی که واقعا این گونه نبود ستاد کل نیروهای مسلح با صداقت و مسئولیت پذیری این حادثه رو بر عهده گرفت و آقای روحانی درباره یا حادثه یا هواپیما به زودی با مردم سخن میگوید یا روزنامه بهار صریحا به نقل از آقای سخنگوی دولت آقای ربیعی نوشت از همه ملت ایران عذر خواهی میکنم در میان روزنامه آرمان در تحلیلی تحت عنوان چگونگی برخورد با اتفاق مهم هست به همین موضوع و به دوگانگی ها در اظهار موازه مسئولان جمهوری اسلامی پرداخت البته بایست من اشاره کنم که اصولا جمهوری اسلامی هیچ چیز جمهوری اسلامی به لحاظ نظام به لحاظ سیستم به لحاظ ارگانایزد بودن خب منطبق بر معلفه های متعارف جهان نیست اصلا کشوری که ارتش دارد یعنی چه سپاه میگوید من اشتباها زدم یا میو تقبل مسئولیت میکنند یا به تعبیری همین خودش ناشی از یک نوع نشانه های از یک حکومت و یا حاکمیت دوگانه است حکومت موازی هست خب این بحرانی است که بر ایران از فردای استقرار نظام انقلاب به این سو ما شاهد آن هستیم علایه حال نویسنده روزنامه آرمان ملی اشاره کرد که در حالی که مردم اطلاعات مورد نیازشون رو اصولا از رسانه ها میگیرند انتظار ندارند دولت با آنها صادق نباشد و راستی رو پنهان کنند در حالی که براحتی دولتی ها می توانستند کمیته تحقیق تشکیل دهند اما چرا این رو نکردند خب سوالی است که از دولت یا بایستی پرسید حسب این گزارش خبرهای منتشر شد درباره اینکه قطر همکاری در زمینه کمک مالی مطرح کرده که نویسنده آرمان از این جنبندی از اینکه دولتیان اصولا خیلی از مسائل با ملت پنهان می کنند به گوشه ای از سفر امیر قطر به ایران اشاره کرده و گمانه هایی که گفته شده که دولت قطر قرار است که کمک چند میلیارد دلاری یعنی تزریق دلار بکند و نویسنده این گونه نتیجه می که دولت جمهوری اسلامی کماکان هیچ پاسخی به افکار عمومی نمیداد در حالی که این گمانه می تواند درست باشد چرا که به هر روی زمانی که قطر هم با بحران کشورهای خلیج فارس مواجه شده بود و با بحران در روابط با عربستان جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی بودی که خب به اون به لحاظ مواد غذایی یا سایر مسائل کمک های کرده بود شایعاتی شده بود که دولت قطر قرار است که چند میلیارد سه میلیارد تا 5 میلیارد دلار من خونده بودم که قرار است که به جمهوری اسلامی تزریق مساعدت مالی به تزریق دلار بکند که نویسنده از این رابطه در این رابطه مشخص از دولت روحانی گلایه میکرد که مثل هواپیمایی و مقوله موشک به اشتباه زدن هواپیمای اوکراینی داستان دوباره تکرار نشه که سخنگو مجبور بشود که بخواهد مثلا از محضر مردم دوباره عذرخواهی کنند خوب است که جلوتر بایستی به این موضوع بپردازد و اطلاع رسانی لازم رو انجام دهد اما روزنامه آفتاب یزد تا حدودی تلاش داشت که شخص حسن روحانی رو مخاطب این ماجرا قرار دهد ده همون گونه که شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید ساعتی پس از وقوع اون حادثه ویرانگر و شکاور و شوم بر ملت ایران حسن روحانی ناپیدا بود حتی گمانه ها و گزارش هایی از استعفای ایشون مطرح شده بود که بعدش تکذیب شده بود اما آفتابی است که از جمله روزنامه های پیشرو در عرصه اصلاح طلبان هست در گزارشی تحت عنوان سکوت یا توضیح کدام بهتر است همان گونه که میبینید عنوان رو استفهامی یا پرسشی بسته بود واژه سکوت رو با رنگ قرمز به تعبیری تنظیم کرده بود در این که بگران خب یا پس زمینه رو کماکان آبی یا همون نزدیک به بنفش روحانی سفارایی کرد و حسن روحانی رو کمی مغموم و فکور نشان میدهد حسب این گزارش سوال آفتابی از این بود که حسن روحانی آیا باید در مورد ماجرای اخیر با مردم سخن بگوید که بسیار هوشمندانه میخواست این گونه اشاره کند که خب واقعا حسن روحانی فرماندهی کل قوا رو بر عهده ندارد و این روزنامه هم در تلاش بود که بسان شهروندان معترض که خواهان استعفای فرمانده کل قوا شده بودند یا خواهان مسئولیت پذیری آقای خامنه ای به مسابقه بالاترین مقام نظامی و فرماندهی کل قوا بوده شده بودند این روز هم خواست بگه که اصلا بایستی سکوت کنه یا اصلا یا توضیحی بده کدوم بهتر است به نحوی از آنها میخواست این خط تحلیلی رو با آقای روحانی گوش زد کنه که اصلا شما چرا باید توضیح بدی توضیح کسی بده؟, بده که مثلا آقای ای به هر روی رهبری جمهوری اسلامی فرماندهی کل قوا هست اگر آقای ربیعی هم در این رابطه مشخص من به زمه خودم باید اشاره کنم اینکه اگر هم مطلبی غیر واقعی گفت و سپس اومد اصخاهی کرد چه بسا واقعا اصلا ندونه چون بحث ماجرا ماجرای امنیتی هست و خب کلیت کشور امنیت تهران امنیت هوافضا به تعبیر خودشون همه دست سپاه پاسداران هست و خب سپاه پاسداران که خودشون رو مریدان حضرت آقا میدونند و زب در محضر ولایت میدونند و اصلا با رؤسای جمهور به تناسب میزان و حضور و یا ارادتشون به رهبری است که خودشون رو تنظیم میکنن باش زاویه میگیرن یا به تعبیری مهرورزی میکنن چون که در ماجرای محمود احمدی نژاد دیدیم که اون همه ارادت رو به ایشون داشتن ایشان رو برکشاندن به محض که محمود احمدی نژاد با خامنه کمی زاویه پیدا کرد اونها هم پشتش رو خالی کردن نظام نظام محفلی است و بدین روی اینجا هوشمندی آقای روحانی رو میطلبه که بتونه واقعا به زبان و لسانی دیپلماتیک مسئولیت رو متوجه مسئولان واقعی ماجرا بکنه و هرچند افکار عمومی من به دفعات رو اشاره کردم که بسیار جلوتر از حکومت داره حرکت میکنه و در اعتراضاتشون در خیابانهای تهران به دفعات از دیمای 96 آبان 98 و دیمای 98 داره میبینیم که صریحا کلیت نظام رو یک پارچه میبینه و دست هایی رو که تلاش میکنن تا به تعبیری با یک نوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی که همه چیز تحت امر ولی مطلق فقیه هست خب خو خوب هست که رئیس جمهور هم بتونه این موضوع رو به نحوی زنها به ملت ایران یادآور شود و متذکر شود که به هر روی ایشون مسئول عالی و ارشد این ماجراست است که هرچند مردم در اعتراضات خیابانیشون خیلی سریح و جلوتر از همه ارکان جناهای سیاسی موجود صدایشون رو به رهبری نظام رسوندن و خواهان استفای آیت الله علی ای شده بودند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب سیل در سیستان و بلوچستان بر صد بسیاری از رسانه ها جای داشت از جمله روزنامه ابتکار در گزارشی تحت عنوان سرزمین آفتاب در اسارت سیلاب به همین مقوله اشاره کرده بود و به ناکارآمدی مدیریت منطقه ای استانی و کشوری در قبال امدادرسانی و مساعدت کردن به شهروندان اشاره کرد جایی که به طور مشخص میگفت مردم و مسئولان محلی استان سیستان و بلوچستان از ناکافی بودن کمک ها به سیل زدگان این استان خبر می دهند که قطعا خوب قابل پیشگیری هست من سعی می کنم چند تا مطلب دیگری رو از روزنامه های مختلف مرور بکنم بعد تحلیل خودمون رو هم به موضوع داشته باشیم در میان روزنامه اخبار صنعت هم در گزارشی تحت عنوان سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب به همین موضوع پرداخته بود و روزنامه ای ایران از زبان برخ شهروندان سیستان بروچستان نوشت که ما را فراموش نکنید البته به دستور رهبری ایران به دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی اشاره کرد که خواهان کمک شده بودن به تعبیری روزنامه بهار در گزارشی تحت عنوان سرما و گرسنگی روستاییان را رو تهدید می کند به ماجرای سیل در استان سیستان پرداخت تجارت ها در گزارشی تحت عنوان سیلاب غم در دیار هامون به مقاله آثار زیانبار سیل در این استان اشاره کرده بود اما روزنامه نظامیان سپاه پاسداران روزنامه جوان که سعی دارد خود رو ناجی مردم ایران نشان دهد صحنه از بارگیری و کمک رسانی نیروهای نظامی رو نشان می دهد که در گزارشی تحت عنوان بسیج ایران برای بلوچستان سعی کرد به نقش پررنگ شپ نظامیان بسیج هم اشاره کند که اونها رو به تعبیری ناجی مردم نشان دهد اما جمهوری اسلامی به گونه دیگر تیتر خورد برخی از کارکنان سازمان هلال احمر رو نشان می دهد ده که می نویسد سه هزار امدادگر در حال کمک به سیل زدگان و بلوچستان هستن بایستی اشاره کنم که چه روزنامه یه جوان که بسیجی ها رو نشان میدهد خب خیلی کار خیلی شاقی نیست اینها دیر زمانی است که در مقوله و بحران های غیر مترقبه مثل سیل یا زلزله سعی دارند که با برجسته کردن نقش نظامیان وابسته به خودشون نه همه یه نظامیان مثلا ارتشی ها رو سعی نمی کنند خیلی میداندار ماجرا بدونند در هر روی با تهیج و بسیج و سازماندهی کردن این شپ نظامیان بسیجی سعی می کنند که نقش این گروه های شپ نظامی وابسته به رهبری ایران رو در مقوله کمک های اجتماعی برجسته تر کنند و با داشت البته خب خیلی هم کار مهمی نیست نظر به اینکه همه ارکان اصلی قدرت در این نهاد نظامی تجمیع شده هواپیما دارند، هلیکوپتر نظامی در خدمت خودشون هست رسانه دارند، خبرگزاری فارس یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی همه با همه در اختیار خودشون هست خیلی کار تازه و شاقی نمی کنند. اما ماجرای هلال احمر هم مورد انتقاد برخی از رسانه ها قرار گرفته بود که در حالی که سیل ویرانگر در سیستان کماکان میتازد گویا سازمان هلال احمر رئیس ندارد همون رئیسی بود که پسرمه آقای حسن روحانی بوده و به زندان رفته فعلا و این سازمان بسیار مهم و راهبردی و کلیدی که بایستی به کمک و امداد شهروندان در شرایط بحران به پردازد بدون یک مسئول همین جوری داره کار خودش رو پیش میبرد روزنامه مردم سالاری در گزارشی تحت عنوان جزئیات عجیب سیل فاجعه بار در استان سیستان بلوچستان به گوشه های از این واقعی ویرانگر اشاره کرده بود که از حجم رنج وارده بر شهروندان این استان پرده های تازه کنار میزد از جمله آنکه در روزهای گذشته آسمان 15 نقطه این استان به اندازه یک سال بارید و این امر سیل بی سابقه در استان رو ایجاد کرد و سیلاب در جنوب استان سیستان ارتباط بیش از 500 روستا رو قطع کرد که این روستایان از حد اقل امکانات بی بهره مانده آری چند دستگی مدیریتی، فساد سیستماتیک، فساد سازمان یافته در ادارات، بازداشت مدیران ارشد نهادهای راهبردی همه و همه بر رنج شهروندان آسیب دیده در کشور می که خب زندانی شدن رئیس سازمان هلال احمر که همانا پسر امه گوی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هست بازداشته ایشان به زندانی شدنش که این سازمان رو در عملکرد این سازمان رو و کمک رسانی و نقش تعریف شده و سازمانی این نهاد رو به زیر سوال برده است خبرها و نظرها رو به تناسب زمانی که دارم ادامه میده هم از جمله موضوعی که رسانهای دسترسی خیلی سعی کردن به این ماجرا به تبیری دامن بزنند و به آن بپردازند همانا مقوله حضور چند دقیقه ای سفیر انگلستان در تجمع اظهار همدردی برخی از شهروندان جلوی دانشگاه با جانباختگان هواپیمای اوکراینی بوده روزنامه اسکناس از درخواست برخی نمایندگان مجلس برای اخراج سفیر انگلستان نوشته بود و یا روزنامه رسالت دیگر روزنامه دست رستی ها در گزارشی تحت عنوان معمور ملکه استاد کالج از تجمعات برگزار شده و نقش سفیر انگلستان نوشته بود و معتقد بودند که حضور این سفیر به حضور بیشتر شهروندان منجر شده از این اتهاماتی که اصولا برخی از رسانه‌های دسترسی محافل تونرو و بولتن نویسان برای رهایی و تطهیر خودشون از رسوایی‌های برجای مانده میکوشن به آن دامن می‌زنن و در وقت باقی مانده با چند رویداد داخلی سیاسی ایران خبرها و نظرها رو به پایان میبریم یا ادامه میدهیم به تناسب زمان از جمله موضوعاتی که بسیار بر صدر رسانه ها جای گرفته بود همانا مقوله انتخابات و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس برای انتخابات اسفند ماه بوده که گویا تعداد کثیری از نامزدهای کنونی مجلسی که از غذا نزدیک به طیف تحولخواهان یا جناه اصلاح طلبان هستند رد صلاحیت شدن که جنجالی خاص به پا کرده روزنامه ابتکار در گزارشی تحت عنوان اصلاحات دوباره در بنبست انتخابات به همین مقوله پرداخت و روی کرده برخیز اصلاح طلبان رو انعکاس داده بود روزنامه مثل ابتکار، آرمان، اعتماد همه اینها سعی دارن که به نحوی زنها با تحلیل و تبعین در واقع فعل و انفعالات قدرت دو جناه اصلی حاکم در ایران مثل اصولگرا و یا اصلاح طلب کماکان تنور انتخابات رو به نحوی زنها گرم نگه دارن یا به نحوی موتور محرکه و انگیزه و تشویق برخورد کنند برای مشارکت بیشتر شهروندان تحت این عنوان که این جناه و یا اون جناه آن جناه در حالی که خب همون گونه که شما بینندگان عزیز آگاه هستید عمده افکار عمومی از این موضوع کاملا عبور کرده اما این رد صلاحیت ها از زاویه برخی از رسانه های دسترسی به گونه دیگر تحلیل شده بود که بسیار جالب توجه بوده سعی کردند به نحوی از آنها این رد صلاحیت فلعی و گسترده رو با مکانیزم تازه‌تر به تعبیری اتهام فساد مالی توجیه کنند و در واقع اون نقد یا انتقادی رو که به طور سالیان از نظارت استثوابی شورای نگهبان از سوی مردم وجود داشت رو در زاویه دیگری بچرخانند از جمله آنها روزنامه صدای اصلاحات بود که علاوه بر اینکه نامی اصلاح طلبانه دارد اما عمدتا سعی در تخریب گروه های اصلاح طلب دارد این روزنامه تمام نیم صفحه اصلی خود رو عمدتا با مقوله های انتخابی آراست همون گونه که میبینید و در گزارشی تحت عنوان فساد در ردای نمایندگی سعی کرد که به توجیه مقامات شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده برخی از نمایندگان اصلاح طلب کنونی مجلس بپردازد و اشاره کرد که صلاحیت 90 نماینده فعلی به خاطر مسائل مالی رد شده است که همون گونه که اشاره کردم رسانه های دسترسی یا اصولا شورای نگهبانی ها کیهان جوان جمع جمع و وطن امروزی ها اصولا به خاطر اینکه اون بار فشار افکار امومی رو از دوش شورای نگهبان بردارند و نظر به اینکه فساد سیستمی بسیار در جامعه ایران فراگیر شده و خب عمده ملت ایران از این موضوع آزرده هستند و دچار یک بدگمانی گسترده شدن با اکثر مردان جمهوری اسلامی بدین روی از در این مقوله یعنی فساد مالی وارد شدن که اون فشار رو از دوش شورای نگهبان کمتر کنند و به نحوی از آنها نهادهای تحت امر رهبری ایران رو پرچمدار و جلودار مبارزه با فساد سیستمی بدانند و بخوانند از جمله آقای رئیسی رو در همین قامت بیشتر معرفی میکنند اما قطعا آنها هم خوب میدانند که انتخاباتی پس از این پس از کشتار 1500 نفره شهروندان ایرانی در خیابانهای تهران و همینطور شلیک موشک آمدانه یا غیر آمدانه ی سپاه به هواپیما و دروغکاری و پنهانکاری و فساد گسترده و مسئولیت ناپذیری رهبران جمهوری اسلامی همه با همه نوعی بدگمانی فراگیر رو در جامعه ایران سبب شده که قطعا مقوله به نام انتخابات رو از اصالت کار کرده خودش توهی کرده و شهروندان ایرانی دیریست که با این مقوله قهر هستند و قطعا در اسوان ماه جمهوری اسلامی پیام رو دریافت کرد که احتمال مشارکت بسیار پایین و مشروعیت شکنانه صورت بگیرد و بدین روی سعی دارد که تا تنوری رو داغ نگه دارد فارغ از اینکه شهروندان ایرانی رسما در خیابان خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان می دسند. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بانداد روشن بدرون